پیام خانم مریم رجوی به تظاهرات واشنگتن. آسوشیتد پرس. پیام مریم رجوی به تظاهرات واشنگتن. آنچه دنبالش هستیم سرنگونی رژیم ایران است. خبرگزاری رویترز. آمریکا خواستار برگزاری نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره رژیم ایران شد. تظاهرات و راهپیمایی در واشنگتن در همبستگی با قیام و مقاومت مردم ایران، پشتیبانی از جایگزین دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران و حمایت از برنامه خانم مریم رجوی عصر روز جمعه در واشنگتن برگزار شد. شرکت کنندگان و سخنرانان در این تظاهرات سرکوب و پایمال کردن حق حاکمیت مردم ایران توسط ولایت فقیه، نقض حقوق بشر، ماجراجویی های تروریستی، جنگ افروزی در منطقه، برنامه های اتمی و موشکی این رژیم قرون وسطایی را محکوم کردند و حمایت خود را از جانشین دموکراتیک رژیم آخوندی شورای ملی مقاومت ایران ابراز کردند. شماری از شخصیت های برجسته آمریکایی از جمله سناتور توریسلی، بیل ریچاردسون، ژنرال جک کین، براد شرمن، مک‌کلینتاک در تظاهرات واشنگتن شرکت کردند. پیام خانم مریم رجوی به تظاهرات واشنگتن. از بمب اتمی تا بمب‌گذاری در آلبانی و فرانسه، تا بمب‌گذاری و مین‌گذاری در بدنه کشتی‌ها در خلیج فارس و انفجارها و پهپاد و موشک‌ها در عربستان و نشان رفتن سفارت و نیروها و پرسنل آمریکا در بغداد و ساقط کردن پهپاد. چه کسی جنگ‌افروزی می‌کند؟ چه کسی به اشرف و لیبرتی پیاپی موشک می‌زد؟ وقتی آخوندها قیمت نمی دهند، جریتر می شوند و قدم به پیش می گذارند. استمالت یا قاطعیت؟ صورت مسئله واقعی در برابر فاشیسم دینی حاکم بر ایران در سیاست آمریکا و اروپا. صورت مسئله واقعی برای ما و مردم ما و مقاومت ما چیست؟ تسلیم یا نبرد آزادی بخش. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارشی از تظاهرات واشنگتن مخابره کرد و گفت تظاهر کنندگان خواستار تغییر رژیم ایران شدند. آسوشیتد پرس افزود تظاهرات ایرانیان در واشنگتن در بحبوحه تنش‌های تشدید شده بین آمریکا و رژیم ایران برگزار شده است. اعضای مجاهدین خلق روز جمعه در مقابل وزارت خارجه تجمع کردند و خواستار کنار زدن سران رژیم ایران شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس در دومین گزارش خود از تظاهرات واشنگتن نوشت ایرانیان یک گردهمایی و راهپیمایی در واشنگتن برگزار کردند و خواهان تغییر رژیم ایران شدند. جلیق زردها با پوستر ایران آزاد در مقابل وزارت خارجه آمریکا خواهان پایان حکومت دیکتاتوری مذهبی ایران شدند. بعد از این گردهمایی تظاهر کنندگان تا کاخ سفید دست به تظاهرات زدند تا هدفشان را دنبال کنند. مریم رجوی در یک پیام ویدیویی خطاب به جمعیت در صحنه که شامل قانونگذاران فعلی و سابق آمریکا از حزب دموکرات و جمهوری خواه بودند گفت ما اعلام کرده و می کنیم که آنچه دنبالش هستیم سرنگونی رژیم ایران است. سرنگونی، سرنگونی. به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی دیپلمات‌های سازمان ملل متحد می‌گویند آمریکا خواستار برگزاری جلسه غیرعلنی شورای امنیت برای بررسی آخرین تحولات مرتبط با رژیم ایران شده است. این خبرگزاری نوشت جلسه مورد نظر برای روز دوشنبه در نظر گرفته شده. نمایندگی آمریکا در یادداشتی به دیگر اعضای شورای امنیت گفت
ما شورا را در جریان آخرین تحولات مرتبط با رژیم ایران قرار خواهیم داد و اطلاعات بیشتری از تحقیقاتمان درباره حملات اخیر به نفتکش‌ها ارائه خواهیم داد.